سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. نیوتن نشون داد که مکان جسم نسبیه، سرعت نسبیه، شتاب نسبیه. او فقط زمان رو ثابت و مستقل از بقیه چیزها تصور میکرد. به باور نیوتن برای عقل بدیهی بود که زمان مطلق هست. زمان اگرچه تعریف مشخصی نداشت، اما معلوم بود که همواره در حال گذر هست، از گذشته به سوی آینده، آرام و یک نواخت در حال گذر هست، گذری همیشگی بدون آغاز و پایان، بدون توقف. این بدیهی بود. فلاسفه‌ای که به پیدایش هستی فکر می کردند، به ناچار خودشون رو درگیر مفهوم زمان می دیدند. الان میخوایم یک صحنه جنگی تصور کنیم. دو تا هواپیمای جنگی در فاصله 300 کیلومتری از همدیگه با سرعت‌های مساوی، اولی داره دومی رو تعقیب میکنه، ناگهان موشک شلیک میکنه و میبینه که یک ثانیه بعد هواپیمای دومی بوم منفجر شد. صحنه کاملا جدیه. وقتی میگن سرعت نسبیه، یعنی این دوتا هواپیما اگه دوتا گاری بودند ثابت روی زمین، باز با شلیک این موشک یک ثانیه بعد گاری دوم منفجر میشد. یعنی فرقی نمیکرد که این مجموعه با سرعت ثابت در حال حرکت باشند یا نه بدون حرکت باشند. برگردیم هواپیما. اما رادارها چیز دیگه ای رو ثبت کردند. رادارها زمان شلیک رو همون یک ثانیه ثبت کردند. اما در طول این یک ثانیه شلیک هواپیماها کلی حرکت کردند. فرض کنید 100 کیلومتر بیشتر رفتند. یعنی موشک مسافت 400 کیلومتر رو رفته و به هواپیمای دوم رسیده. بنابراین در رادارها زمان همون یک ثانیه بوده، اما سرعت موشک بیشتر ثبت شده. خب سرعت نسبیه، یعنی همین دیگه. سرعت موشک نسبت به خلبان کمتره و سرعت موشک نسبت به رادار چی بیشتر هست؟ یعنی برابر با سرعت موشک به علاوه سرعت هواپیما. اما حالا یک بار دیگه صحنه جنگ رو مرور میکنیم. این بار به جای موشک یک پرتوی لیزر میتابونیم، پرتویی که با سرعت نور حرکت میکنه. خلبان با شلیک پرتوی لیزر میبینه که یک میلی ثانیه بعد هواپیمای دوم منفجر میشه با سرعت نور. این انفجار فقط به خاطر اینه که از هیجان صحنه چیزی کم نشه. باز میگیم سرعت نسبیه. اگه اینها دوتا گاری بودند، دقیقا همین نتایج به دست میومد. یعنی باز با سرعت نور یک میلی ثانیه بعد گاری دوم منفجر میشد. اما این بار رادارها چه چیزی رو ثبت میکنند؟ فرض کنید در همون یک میلی ثانیه هواپیماها باز 100 کیلومتر دورتر رفتند. به فرض، آیا رادارها ثبت می کنند که لیزر در همون یک میلی ثانیه بیش از سرعت نور حرکت کرده و به جای 300 کیلومتر 400 کیلومتر طی کرده؟ عمرن سرعت بالاتر از نور رو ثبت کنند؟ رادارها نشون می دند که پرتوی لیزر مسافت 400 کیلومتر رو در طی 1.3 میلی ثانیه طی کرده. یعنی سرعت لیزر همون سرعت نور بوده، سرعت اون بیشتر از سرعت نور نشده. و خب برای طی کردن مسافت بیشتر زمان بیشتری هم صرف کرده، 1.3 میلی ثانیه، دقیقا همون سرعت نور. اما صبر کنید، خلبان و اون گاریچی فقط 1 میلی ثانیه ثبت کرده بودند. برای گاریچی که طبیعیه، چون پرتوی لیزر همون 300 کیلومتر رو طی کرده بود، نه 400 کیلومتر. پس بایدم لیزر فقط 1 میلی ثانیه در راه باشه، همون سرعت نور. و در آسمون از دید خلبان لیزر همون فاصله دو هواپیما رو طی کرده، یعنی فقط 300 کیلومتر طی کرده و 1 میلی ثانیه طول کشیده، همون سرعت نور. ما از دید رادار ما میدونیم که در واقع 400 کیلومتر بوده، در واقع 400 کیلومتر طی شده و 1.3 میلی ثانیه. اینجا داستان ما همجور نیست. یک پرتو بوده، یک صحنه بوده، اما مسافت های متفاوت و زمان های متفاوت ثبت شده.
و هر دو هم درسته و دقیقه. چطور ممکنه هر دو درست باشه؟ از کنار رادار اگه نگاه کنیم، لیزر 1.3 میلی ثانیه در راه بوده و خلبان هم در تمام این مدت داشته پرتوی لیزر رو دنبال می کرده، اما از نظر او فقط 1 میلی ثانیه بوده، چون زمان برای خلبان کش اومده، چون خلبان در حرکت هست. هرچه با سرعت بیشتری در حرکت باشه، حرکاتش، تفکرش، زمانش همه کندتر هستند. انیشتن نشون داد که زمان هم مطلق نیست، نسبیه و بستگی به سرعت جابجایی در موقعیت مکانی داره. در واقع زمان هم چیزیست از جنس ابعاد فضا، دقیقا مثل طول، عرض، ارتفاع. زمان بعد 4 موقعیت مکانی هست. انیشتن 4 فضا زمان رو ارائه کرد. اگه یک هواپیما بخواد سرعتش به سرعت نور نزدیک بشه، هر لحظه بر جرمش افزوده میشه و هر لحظه انرژی بیشتری نیاز داره که بتونه سرعت اون رو افزایش بده. زمان هم دائم براش کندتر میگذره. طول هواپیما هم در جهت حرکت کوتاه و کوتاهتر میشه. در لحظه رسیدن به سرعت نور بی نهایت انرژی میخواد. جرمش بی نهایت برابر بزرگ شده. طولش به 0 رسیده. زمان هم براش نمیگذره که به سرعت نور برسه. موانع که 1 و 2 نیست. برای همینه که انیشتن میگه هیچ چیزی نمیتونه به سرعت نور برسه. در واقع همون فوتون ها هم که سرعت نور دارند، جرمشون در حالت بدون حرکت 0. یعنی جرم ندارند، یعنی اصلا وجود ندارند. در سرعت نور جرمشون بی نهایت برابر میشه. 0 ضرب در بی نهایت یه عددی میشه دیگه. فوتون ها اگه حتی 1 از خودشون جرم داشتند، در سرعت نور جرمشون بی نهایت می شد و این ممکن نبود، یعنی ممکن نبود که به سرعت نور برسند. در یک جای دیگه هم زمان کند می شه. در میدان گرانش، یعنی زمان در طبقه اول آپارتمان کندتر از طبقه دوم هست، چون به مرکز جرم زمین نزدیک تره. یعنی ساکنان طبقات بالای برج ها در طول عمرشون به اندازه یک کسری از ثانیه زودتر پیر میشن. این زمانی به چشم میاد که یک جسم داره سقوط میکنه به درون یک سیاهچاله فضایی. هرچه به سیاهچاله نزدیکتر میشه، زمان براش کندتر میگذره. تا جایی که از نگاه بیرون اون صدها سال طول میکشه تا بخواد 1 جلوتر بره. اون در یک کلیپ دیگه درباره این خواهیم گفت که این 4 فضا زمان چطوری اجسام رو به سمت هم دیگه هول میدن. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.